با سلام به حضار گرامی و با سلام به شما خواهر مریم عزیزم. من سمیرا 22 ساله، دانشجوی رشته پزشکی و عضو انجمن جوانان ایرانی مقیم ایتالیا هستم. متولد خارج و فرزند خانواده ای از هواداران سازمان مجاهدین می باشم. اما در موقعیتی تصمیم گرفتم تا برای وطنی که هرگز ندیدم و مردمم مفید باشم. مدتی به دنبال جواب سوالاتم بودم. نهایتاً به بهترین دستگاه مبارزه علیه ظلم و دیکتاتوری که توسط مجاهدین ساخته شده نزدیک شدم. چند سالی است که با کمیسیون زنان شورا همکاری می کنم و از نزدیک شاهد اصل تساوی و برابری زنان و مردان هستم. ارتقا در سازمان بر اساس شایستگی و صلاحیت است. صلاحیتی که برای کسب آن تمام امکانات در اختیار فرد قرار می گیرد بدون برتری جنسی بر جنس دیگر. این مهم در اصحاب غربی خیلی کمرنگ تر است و ضوابط از طریق دیگری عمل می کنند. مشکل اساسی جهان امروز رعایت و احترام به حقوق فردی می باشد و در مورد زنان مسئله حساس تر می شود. متاسفانه به نقش زنان در تاریخ جنبش های آزادی بخش و در حال حاضر در سطح جوامع کم بها داده شده. با ورود زن مجاهد خلق به میدان مبارزه و به خصوص بعد از تصمیم اشرف مبنی بر پرداخت قیمت برای حقانیت خروج رهبری از ایران با خون خود، این نقش صورت دیگری به خود گرفت. رهبری خواهر مریم، حضور زنان در ارتش و ارتقای آنان به سطح فرماندهی ۹۰۰۰ زن از نتایج آن هستند. بله، زنان مبارزه ایرانی در سیمای مریم تبدیل به الگوی مبارزه و نیروی محرکه جنبش مؤثر ایران شده اند. این حقیقت با یک نگاه به فیلم و تصاویر صحنه های قیام به خوبی ملموس است. حضور زنان از لحظه اولین شعار مرگ بر خامنه‌ای تا رو در روی با نیروهای انتظامی بسیار چشمگیر است. بله، ما زنان براندازیم تا سرنگونی تام و تمام این رژیم هستیم و به حکومت اجباری، دین اجباری و حجاب اجباری نه میگوییم. شما 22 سال پیش در سخنرانی زنان صدای سرکوب شدگان گفتید: سرکوب شدگان امروز فاتحان فردایند. صدای آنان تا جاودان تنین خواهد داشت و امروز بعد از دو دهه شاهد آن در جاجای ایران هستیم. از اینجا به خواهرانم در سراسر کشور، پیشتازان و نیروهای واقعی تغییر، به زنان شجاع و برانداز ایران درود می‌فرستم. و به شما تعهد می‌دهم که هر کجا و در هر صحنه صدا و پشتیبان شما باشیم.